اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شاگردای نازنین، دخترها، پسرای گل، خوش آمدین به درس امروز. خدا کنه که خوب و خوش باشین همگی. امروز مضمون قرآن کریم داریم. باز با هم دیگه چی میخونیم؟ پیام قرآنی خود میخونیم به یک سوره. قبل از اینکه درس جدید بخونیم، پیام قرآنی جدید بخونیم، چی میخونیم؟ درس گذشته خوب، پیام ها قبلی خود یک تکرار با هم دیگه میکنیم. اولین پیام قرآنی ما بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی شروع میکنم به نام خداوند بخشنده مهربان. چرا در اول هر کار بسم الله الرحمن الرحیم میگیم؟ به خاطر از اینکه کارها برای ما آسان بشه و با برکت بگرده. پس هر کاری که اول ما هم شروع کنیم، یا از خونه بیرون میریم یا درس رو ما هم شروع کنیم، چی میگیم در اول هر کار؟ بسم الله الرحمن الرحیم میگیم. دومین پیام قرآنی ما با هم دیگه میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و قولوا للناس حسنا. و قولوا للناس حسنا، یعنی با مردم خوب و با ادب صحبت کنید. سلموا علی انفسکم. فسلموا علی انفسکم، یعنی به یک دیگر سلام کنید. فسلموا علی انفسکم، یعنی به یک دیگر سلام کنید. والله یحب المطهرین. والله یحب المطهرین، یعنی خداوند انسانهای پاکیزه و تمیز را دوست دارد. والله یحب المطهرین، یعنی خداوند انسانهای پاکیزه و تمیز را دوست دارد. درس جدید یا درس امروز ما پیام قرآنی راجع به احترام به والدین، احترام به پدر و مادر. بسم الله الرحمن الرحیم. و بالوالدین احسانا. و بالوالدین احسانا. و بالوالدین احسانا، یعنی به پدر و مادر خود نیکی کنید. و بالوالدین احسانا، یعنی به پدر و مادر خود نیکی کنید. خب بچه‌های گل، از این پیام قرآنی چی نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که برای ما لازمه، فرضه که چکار کنیم؟ که احترام پدر و مادر خود نگاه داریم و حرف از اونا گوش بدیم و کوشش کنیم که همیشه هرچی که پدر و مادر ما میگن همون انجام بدیم. صدق الله العلی العظیم. خب کارخانگی بچه ها، کارخانگی ما حفظ پیام قرآنی صفحه 11 رنگ میزی و همچنین حفظ سوره فلق. تا روز بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خداحافظ و نگهدار شما.